درود و درود، بریم برای ورزش امروز صبح بود. هر وقت که پاشی، هر جا که باشی، ورزشتون رو بکنید. خب، یادتون باشه اول بدن رو گرم میکنید. اینکه باید که روی کف پا باشید و روی پنجه پا خیلی مهمه که اینو تغییرش بدیم. یادتون باشه که پاهاتون اینطوری هم که میکنید برای حالا حرکت های مختلف، بیشتر سعی کنید که نگاه کنید پاتون کاملا صاف باشه و به طرف جلو بیارید. بشمارید برای خودتون 5 بار، 10 بار، 20 بار، هر جوری که دلتون بخواد ورزشتون رو تنظیم بکنید. خب، یادتون باشه در تمام طول مدت ورزش شونهاتون رو بدید بالا، بدید عقب و به قول مامان من قوزتون از جلو در بیاد و بعد بکشید. چه خانم باشید چه آقا، شکمتون رو بدید تو، برای خانم ها کف لگنتون رو بدید با جمع کن، دستاتون رو بکشید پشت، قشنگ بکشید پشت، بکشید 1 2 3 4 5 و بعد سعی کنید ببرید بالا، 1 2 3 4 5 بیارید پایین، 1 2 3 4 5 بگیرید بالا، بکشید جلو، 1 2. وقتی میگم بکشید جلو، قشنگ شکم بدید تو، خودتون رو بدید بالا، دستا رو بکشید جلو، 1 2 3 4 5 حالا بیاید عقب، 1 2. دیگه دستاتون رو قفل نکنید به هم، اینطوری بیاید بدونه که به هم نزدیک کنید، بیاید عقب، 1 2 3 4 5 نگه دارید، 1 2 3 4 5 بکشیدش بیرون. حالا بیاید دوباره، بیاید 1 2 3 4 5 بدید جلو. دستا رو بکشید جلو، خودتون رو بکشید عقب، دستا رو بکشید جلو، شکم بدید تو، 1 2 3 4 5 1 2. وقتی ببرید بالا تا اونجا که میکنم داره، ببرید بالا و بعد قشنگ بکشید عقب، 1 2 3 4 5 قشنگ بکشید دوباره، بیاید 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دستتون رو بزنید به کمر، شکم رو کاملا بدید تو، 1 2 3 4 5 برعکس، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 خود برعکس، 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 حالا دستاتون رو بگیرید دو طرف به این صورت بگیرید، حالا ورزشامون رو انجام بدید به این صورت، 1 2 3 4 درخش، 4
بالا خودتونو بکشید قشنگ. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. حالا بری سراغ یک دو سه چهار پنج شش هفت نو ده. حالا دستتون رو بذارید به کمر، شکمو بدید تو، حالا پا رو میبریم عقب. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو دستتو بدهید روی پنجه پا بچرخید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. حالا دستتون بزنید پشت سرتون به این صورت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. وقتی میخوام بلند شم خودم رو میکشم بالا، بعد میچرخونم، دوباره میکشم بالا، میچرخونم شد نه تا و این ده تا. حالا یک سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. حالا به این صورت که میخواید حالت شنا داشته باشید، یک دو سه چهار پنج شش برزش میدید، صاف وایسید، شکم رو خودتون رو بکشید بالا. دستتون رو بذارید پشت سرتون، گردنتون رو بگیرید پایین با سنگینی دستتون. این بهتون خیلی کمک میکنه، هم خستگیتون در میره، هم به طور کامل ستون فقرات و گردن رو خوب ملایم میکشه با یه وزن مناسب، وزنی که داره تحمل میکنه دیگه. این وزن رو توی حالت دیگه شما بهش فشار وارد میکنید. شکم بدید تو، خودتون رو بکشید بالا. دوباره انجامش بدید. شکمتون رو بدید تو، صاف بایستید.
چکم که بگی تو ستون فقرات تو حالت خوبش باید میسه. حالا فرضش های استادم رو پایان جمعه ولی یاده اون باشی که برمیسی 20 بار ما حتما نشست و برخواست رو داشته باشه. به این صورت میشه ۱، ۲، ۳، ۴، ۵. حالا دستتون دراز کن جلو. پنج دو تا پنج شام زدیم شد ده تا یه پنج شایی دیگه دوباره میریم دستتون رو بگیرید بالا بیاید باید حالا دستتون رو بزنید به کمرتون پاتون به این صورت بچرخون ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ حالا این بر این ۱، ۲، ۳، ۴ این ۵ حالا رو نوکی پنجه بیه جلو ۳، ۴، ۵ حالا بیه دقیق ۳، ۴ حالا روی پنجه دوباره بیه جلو حالا روی پاشنه بری دقیق ۳، ۴ درست شد؟ خب حالا ورزش های چند تا ورزش خوابیدنی انجام میدیم یعنی دراز کشیدی اول به این صورت خمشید قشنگ خمشید یه حالتی که بتونید تعادلتون رو و کشش بدنتون رو قشنگ انجام بدید اگر دقت کرده باشید من همه کار رو توی ده تا انجام دادم براتون خب زانوتون رو ثابت نگه دارید قشنگ شکم خودتونه که میکشی بکشید خم نشه سعی کنید تا اونجا که میشه خودتون رو صاف بکشید بدنتون پشتتون رو صاف نگه دارید تا اونجا که میشه بچرخید خب
اینا همه برای تعادل شما، برای شکم شما، برای کمر شما و برای اینکه تو حالتهای مختلف بتونید بچرخید، خودتون رو نگه دارید و همینطور برای تقویت دست شماست. خب، حالا یه حرکت بالانس هم اینجوری انجام میدید، پاتون رو خوب میکشید، از این برم دستتون رو نگه بکشید، ببینید تا چند تا میتونید بشمارید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. قشنگ بکشید ها. حالا دوباره یک، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. حالا به این صورت خودتون نگه دارید، صاف ببینید چقدر اینطوری میتونید خودتون رو نگه دارید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. یک، 2, 3, 4, 5. حالا صاف که هستید به این صورت برید عقب، دو تا دست رو ببرید عقب، ببینید تا کجا میتونید ببرید. 1, 2, 3, 4, 5. یه بار دیگه 1, 2, 3, 4, 5. یک بار دیگه 1, 2, 3, 4, 5. کم کم اینو با هم انجام میدیم، شکممون رو میکشه و بعد برای ورزش کششی و خیلی هم کمک میکنه. خب حالا بشینید، دستتون رو میرید، وقتی میایید جلو پا رو میکشید بیرون، دست رو میکشید بیرون. 1, 2, 3, 4, 5. حالا برمد 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. این رو صاف نگه میدارید، بدن رو بلند میکنیم. خب 1, 2, 3,
چهار، پنج، تا هر جا که میتونید بیارید بالا. حالا ثابت نگرش دارید. یک، دو، سه، چهار، پنج. دستتون رو بذارید پشت زانوتون، فشارش بدید تو، آروم بیاریدش به شکم. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا اون یکی پا میارید بالا، صاف نگه دارید، صاف صاف. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. قشنگ دستت رو بیارید پشت زانو، فشار بدید تو، آروم بیارید به شکمتون. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دو تا پا صاف نگه دارید بالا، صاف نگه دارید. یک، دو، سه، چهار، پنج. نگهش دارید، خوب بکشید. یک، دو، سه، چهار، پنج. دو تا زانو دستتون رو بذارید پشت، فشار بدید، بیارید به شکم. یک، دو، سه، چهار، پنج. همیشه چونتون رو بیارید به طرف فردی گردن که ستون فقراتتون و گردنتون موقع ورزش درد نگیره. حالا پا رو میارید جلو، بدن رو میخوابونی زنید، پا رو میارید جلو. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا تا جایی که میشه نفهمش کردیم، حالا نگهش دارید. یک، دو، سه، چهار، پنج. دوباره دست رو بذارید پشت زانو، میارید تو. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دوباره یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار، پنج. دو تا پا رو با هم بیاری بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دو تا قوزک پا رو به هم بزنید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سر، یک، دو، سه، پنج، شش، هفت، نه، ده، دوباره سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. درست شد. حالا دوباره، حالا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، نو تا. حالا به صورت یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو تا. دوباره دو تا بزرگ رو به هم بزن. شش، هفت، هشت، نو تا. حالا یک، دو، چهار، پنج، شش، هشت، نو تا. حالا دو تا کف پا رو به هم بزن، به چسب بودید، به این صورت بگیرید و بیاید جور. یک، دو، سه. هر کس توی حالت ورزشی کششی بهش آرامش دست میده. اون ورزش کششی رو برای خودتون پیدا کنید و توی هر حالتی که به آرامش میرسید و برای فکر میکنید که بدنتون همه خستگیش رو در میکنه و میتونن همه بدن با هم یه ارتباط خوبی داشته باشن رو برای خودتون پیدا کنید و انجام بدید. حالا از اینجا ماساژ بدید. اولا الان مچه پامونو بچرخونیم. یک، دو، سه. یک، دو، سه. قشنگ بیارید جلو، صاف. حالا یکی، ما باید حتما روزی 20 دقیقه پاهامون رو بالا نگه داریم. من در طول ورزشی که انجام میدم تقریبا 20 دقیقه رو انجام میدم. بقیه شما رو تو روز یه فرصتی میشه که انجام دم. قشنگ ماساژ بدید، پشت زانوتون رو ماساژ بدید، اینجا رو ماساژ بدید، بکشید. همین برم همینطور پشت موچه پاتون رو، ماهیچه پاتون رو. وقتی شما ماساژ میدید، اگر دفعه مشکلی هم توی بدنتون باشه، قده‌ای در اومده باشه، هر چی که هست، جوشی زده باشید،
اینا رو قشنگ حس میکنید، چون دارید هر روز ماساژتون. ببینید لمس کردن هم یه جور دیدن بدنه، متوجه شدید؟ لمس کنید قشنگ. خب حالا یه جور حالا میرسید به ورزش صورتمون که هم ورزش گردنمونه هم ورزش دستمونه و هم واقعا برای پامونه. خب یه کوسنی هر چیزی که شما میتونید داشته باشید. من یه چیزی رو دارم توی خونه از این استفاده میکنم. شما ببینید چه چیزی رو به بالش هم میتونید قشنگ بکشید بالا سرتون هم برده. مهم اینه که زیر شونتون نگاه پر باشه که گردنتون درد نگیره، ولی باید با زمین فاصله داشته باشه. قشنگ صورتتون رو بکشید، شکمتون رو بدید تو، پاهاتون رو بذارید به دیوار، قشنگ بکشید بالا که این بتونه چی میگن اون حالتی که میخوام که به این صورت باشه که 20 دقیقه بذارید بالا باشه رو انجام بدید. توی 20 دقیقه، توی هر چند دقیقه که پاتون رو میذارید بالا، ورزش صورتتون رو میدید و ورزش دستتون رو انجام میدید. سعی کنید که زمین رو نگاه کنید، اینطوری زیر پلکتون هم کشیده میشه. تمام این صورت که 24 ساعته تمام عمر ما از بالا به پایین آویزونه، اگر بتونیم که روزی 20 دقیقه که پامون رو میذاریم بالا این سرمون هم به همین صورت برگردونیم، هم برای ماهیچه ها، برای صورت خوبه، برای خونی که به مغز جریان پیدا میکنه، همه اینا کمک میکنه. همه خب قشنگی رو بکشید بالا، نگه داریم برای یکی چروکاتون در هر جهتی که هست در جهت برعکسش بازش کنیم. خب این دوتا انگوش یه انگوش هم میتونید بذارید اینطور روی پیشونی تو به این صورت برعکس. خب بعد کنارای چشتون رو باز کنید. حالا اگر میخواید با چیزی چرب بکنید صورتتون رو، یا اصلا این ورزش رو جدا از ورزش بعد از ورزش روزانتون انجام بدید، یه ساعتی رو بعدش بگذارید انجام بدید. ولی من همه این کارا رو صبح انجام میدم، وقتی بلند میشم ورزشمو میکنم، همه ورزشامو با هم انجام میدم و بعد به کارهای دیگه تو روز میرسم. بعد حتما یه ورزش و رقصشی هم برای خودم توی روز دارم برای بعد از ظهر که جزو پیاده رویمه. اشکال نداره که اگر ما روزی یک ساعت و نیم و واقعا باید روزی دو ساعت رو به سلامتیمون اختصاص بدیم. تو موقع هم میتونیم هم کتاب بخونیم، هم به یه موزیکی گوش بدیم. همینطوری که اینجوری هستی دلتون میخواد، خیلی خوبه که به مغزتون تمرکز بدید. اجباری هم که شده به این صورت که قرار میگیرید به چیزایی فکر کنید که فکر کنید دوست دارید فکر کنید. خب هر چند دقیقه که فکر میکنید لازم دارید به هر جهتی که میخواید پوست صورتتون رو ببرید. حالا همجور که پایین و زمین رو نگاه میکنید دستتون رو بیارید بالا، بند بند انگشتتون رو ماساژ بدید و بعد بکشید. اگر جای استخونی زده بیرون تو جهت های مختلفی که خلاف اونچه که باهاش تو روز کار میکنید و انجام بدید باهاش. میگن وقتی نوک پنجه های دست و پا رو ماساژ میدید مثل این اونی که دارید مغزتون رو ماساژ میدید. از خوبه که باهاش یه تمرکزی هم داشته باشه. پشه هم میشه شما ساش بدید، هر جایش کنار ماه ناخونتون همه جا شما ساش بدید، حس کنید دارید ماساش بدید. بعد سعی کنید که دلتون خواست هر بار انگشتتون هم عوض کنید در موقع ماساش شدن که یک کار موضوع اف انجام داده. بیانی میتونید روی هر انگشتتون با 4 تا انگشت اون تمرین کنید. مثلا به این صورت
انگشت کوچیک گذاشتم به شست. خب میام حالا انگشت دوم رو بذارم. اینطوری میدونید که چقدر میذارید. بعد از این همه دو تا دست دارید ماساژ میدید. پر بازه که انگشت اشارتون قوی تره. خب چشتون رو باز نگه دارید، زمین رو نگاه کنید، سعی کنید پیشونیتون رو چروک نکنید، رها کنید. با هر کدوم از انگشتاتون یکی یکی انگشتا رو ماساژ بدید. قشنگ سعی کنید خوب ماساژ بدید اگر چیزی هست رو ببینید. قشنگ همش رو ماساژ بدید. خب تو جهت برعکسی که باهاش کار میکنید انگشتاتون هم فشار بدید. بعد این تمرینیه که دستاتون هم قوی میکنید. میدونید انگشتاتون رو قوی میکنید. بعد توی مدت به اندازه کافی پاهاتون رو به این صورت نگه داشتید، صورتتون هم برعکس آویزونید. هر جایی که استخونتون زده بیرون آرتروز دارید رو برعکسش بکنید، بکنید تو. اینشالله هیچ چیزی آرتروز چیزی هم نداشته باشید، ولی برعکس همه حرکت انگشتی رو که توی روز انجام میدید تو اینجا الان برعکسش رو بکنید که انگشتاتون هیچ وقت شکلش رو از دست نده، چون خیلی مهمه. میخواید باهاش غذا بخورید، میخواید باهاش خودتون رو یه جا نگه دارید، راه برید. مشت کنید، بکشید، مشت کنید، حالا یکی یکی باز کنید. ما به یه ورزشش رو دادیم، درسته؟ حالا ورزش های انگوش های پا رو میدیم با هر کدوم قشنگ ماساژ بدیم. هر جایش که داره کچ میشن رو ماساژ بدیم. بدیم تو صاف کنید، بعد بکشید انگوشتاتون یکی یکی یکی.
چند دقیقه که وقت دارید، فرصت دارید، میتونید به همین صورت خودتون رو نگه دارید. فقط برشید. مطمئن باشید نه سرتون گیج میره، نه هیچ اتفاقی براتون نمیفته. حالا پاشوها رو بذارید زمین، پنجه رو جمع کنید، بدید تو. انگشت رو هم نیفته و این زیر خالی باشه. و بعد پنجه رو فشار میدید و پاشنه رو. 1 2 3 4 5 دوباره برمیگردیم. 1 2 3 4 5 دوباره. 1 2 3 4 5 دوباره. 1 2 3 4 5 دوباره. 1 2 3 4 5 برمیگردیم. 1 2 3 4 5 اوکی؟ اینم برای ورزش امروز شما. قشنگ هر جوری که بتونید تا اونجایی که بتونید خودتون هم خم کنید بکشید. ورزش های کششی بسیار خوبه، به سلامتیتون کمک میکنه و کار سختی هم نیست. ولی کنار ورزش های کششی باید ورزش های دیگه هم انجام بدید. ورزش های کششی هم که انجام میدید سعی کنید که هر روز به سرعتشون هم یه خورده اضافه کنید. حالا یا اگر مثلا ورزش کششی رو انجام میدید تو حالتهای مختلف برای خودتون درست کنید و بعد حتما یه ساعتی رو برای رقصیدن و یا حتما پیاده روی بذارید. اینم برای ورزش امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تکرار، یعنی هر روز ورزش کنید. تا فردا من این رو میذارم روی یوتیوب.